سلام دوستان وقتتون به خیر باشه تحولات اوکراین از جمله مهمترین بحران های فراموش شده این روزهای دنیای ما فکر میکنم بیش از دیوی سوز از این جنگ گذشته و داریم به سمت یک سرما به سمت یک زمستان برای غرب نزدیک میشیم و البته خیلی پیرامون این بحران نمیشه صحبت کرد چون شما دو گزینه بیشتر نداری یا باید چیزهایی بگویی درباره این بحران که غرب دوست داره و یا اینکه باید سکوت بکنی اگر تو ماجرا رو جور دیگری فهمیدی اگر در بحران و در کف میدان چیزهای دیگری داره رخ رو میده که تو احساس میکنی ماجرای متفاوتری هست و بخوای با مخاطبت در میان بگذاری قطعا هست میشه پس تو باید سکوت بکنی من میخوام بپردازم به یک ماجرایی که در روزهای گذشته به نقل CNN در رسانه ها منتشر شده و خلاصه ماجرا این هست سی گزارش منتشر کرده و گفته که احساس میکنم داریم به پایان جنگ نزدیک میشیم از این زاویه که غرب به زودی وادار میشه که شکست رو بپذیره میخوام بخشی از گزارششون رو از روی متن برای شما بخونم فقط یه نکته رو باید یادآوری بکنم و اون نکته این هست اینا میگن که ما در حوزه رسانه‌ای یک مطالبه ساختیم و اون مطالبه این بود تقابل با روسیه بعد میگه زمانی که این مطالبه رو ساختیم، مطالبه تقابل با روسیه رو ساختیم و افکار عمومی رو به این نقطه رسوندیم، متأثر از همین شروع کردیم هزینه کردن برای حمایت از اوکراین و به چالش کشیدن روسیه. میگه تا اینجا هم درست پیش اومدیم، ولی هر چقدر تورم بیشتر بشه، هر چقدر گرانی بیشتر بشه، هر چقدر بحران سوخت فراتر بره، مردم از این مطالبه کوتاه میان. دیگه با رسانه نمیتونیم مدیریتش کنی. دیگه نمیتونی بهش توضیح بدی که باید مقابله بکنیم با اون دیکتاتور با اون جریان اهریمنی باید مبارزه نه آقا من الان تورممو چیکار کنم گرانی ها رو چیکار کنم و بحرانی که از آب گرم خونه من رو درگیر کرده تا بریم برسیم به برق و گاز و انرژی اینا رو باید چیکار بکنم میگه داریم به نقطه ای می میرسیم که مردم از این مطالبات کوتاه خواهند آمد مطالبه که برایشون ساختیم رو که کنار پس بهتر این هست که راهکاری پیدا بکنیم برای حل این بحران و اگر پیدا نکنیم اروپا باید شکست رو بپذیره از روی متن میخوام بخشی از گزارش رو برای شما بخونم در بخشی از گزارش این اشاره شده که برخی مقامات در اروپا نگران این هستن که استراتژی غرب یعنی کمک تسلیحاتی به اوکراین به راه حل کوتاه مدت برای یک مشکل بلند مدت تبدیل بشه. دقیقاً می شد میگه که علاوه بر همه اینها و علاوه بر وضعیتی که بین ملت بین مردم در غرب داره اتفاق میفته یه ترس دیگه هم وجود داره و اون ترس این است که تو یک راه حل کوتاه مدت داشته باشی اون راه حل کوتاه مدت اینه که من تسلیحات بدم به اوکراین بعد میگه که این راه حل کوتاه مدت تو کمک بکنه به تداوم یک بحران بلند مدت اون بحران بلند مدت چه جنگه میگه خب اگر میخواد ادامه پیدا بکنه آره من دارم در کوتاه مدت مدیریتش میکنم اما در بلند مدت جنگ رو میگسترانم در شرایطی که جامعه من تحمل تداوم جنگ را ندارد بریم ادامه شو ببینیم در ادامه گفته که این در نوع خوش خیلی جالبه میگه من با دیپلومات های مختلفی صحبت کردم اینها میگن که در دیپلوم... های کشورهای غربی میگه اینها تقریبا همشون بر این باور هستن که در ابتدای جنگ گیری علیه پوتین بسیار آسان بوده اما حالا که جنگ در فاز خسته کننده ای قرار گرفته و به شکل فرسایشی در آمده هیجان اولیه وجود نداره بعد در نهایت به اینجا رسیدی که رهبران سیاسی به این باور ترس اینجاست که رهبران سیاسی در غرب به این باور برسن که بهترین راهکار برای عبور از این بحران این است که میانجیگری هایی را انجام بدهند برای اینکه روسیه و اوکراین به یک پیمان, به یک پیمان، از جمله پیمان صلح برای پایان دادن به این بحران برسند من یه چیز جالبی رو خدمت شما عرض کنم هم زمانی که این اخبار داره در رسانهای های غربی منتشر میشه و همزمان با گزارشی که CNN در اون اعلام کرده احتمالا داریم به نقطه میرسیم که غرب به طور رسمی شکست و پذیره یک اصار نظر هم صورت گرفته از سوی یکی از چهره های آمریکایی یک نظامی آمریکایی فردی که فرمانده سابق ارتش آمریکا بوده این فرد در اظهار نظرهای خودش به این اشاره کرده که زلنسکی باید این رو درک بکنه که کاهش حمایت های تسلیحاتی تاثیر فاجعه بر روی ارتشش میتونه بگذاره بعد گفته که ما از ازت حمایت داشته باشیم ولی هزینه ها به شکلی هست و فضایی که بر جوامع مدار حاکم میشه به شکلی هست که این امکان از ما گرفته شده پس بهتر این هست که تو بری گفتگو انجام بدی با پوتین و این بازی رو تمامش بکنی دقت کنید کسانی که یک موقعی بنا رو بر این گذاشته بودن که هشدار بدهن در این جهت که این جنگ ادامه باید پیدا بکنه هشدار بودن در این جهت که روسا رو باید به چالش بکشیم همونها الان دارن میگن آقا به یک نقطه رسیدیم که احتمالا باید غلافش کنیم و الا اوضاع بحرانی خواهد شد داخل پنتزین رام رو هم خدمت شما عرض کنم دیروز در جمهوری چک هفتاد هزار نفر به خیابان آمدند تجمع داشتن و بخشی از این اعتراضات سریح به همین وضعیتی است که کشورهای اروپایی در جنگ با اوکراین درگیر شدن این برای من خیلی جالبه که اینها تا همین چند هفته پیش اهانت هایی که میکردن، فوصایی که میدادن و حرفایی که میزدن خطاب روسیه و پوتین بود. خب این چیز بدیهیه دیگه رسانه اومده این فضا رو به این شکل ترسیم کرده و اونها هم همه چیزا این اینگونه میفهمن. اما قسمت جالب برای من اینجاست که در اعتراضات روز گذشته که در جمهوری چک انجام شده عمده توهین ها و فهاشی ها و اعتراض ها اولا به ناتو بوده دوما به حاکمیت های اروپایی این خیلی قابل تعامل ها یک دشمنی هست مردم 200 خوشش دادن روز 201 شده مردم دارن به خودشون فحش میدن این شما ورق به چه شکلی اونجا داره در میگره همزمان با این وضعیت تصاویر و فیلم های هم از ایتالیا منتشر شده که نشون میده مردم تجمعاتی انجام دادن قبض های مربوط به قبض برق و گاز و چیزهای از این دست رو به آتش کشیدن و این هم خیلی متوجه رسانه قرار گرفته یه نکته خیلی جالب تری دیدم در گزارش ها اجازه این بخش اول ببینم بله این قسمت رو من فراموش کردم خدمت شما ارائه بدم که معاون سابق فرماندهی ارتش آمریکا این رو هم خطاب مردم اوکراین و مقامات این کشور اعلام کرده که در شرایط کنونی اگر روند به همین شکل ادامه پیدا بکنه کشورهای حامی اوکراین شاهد تورم و کاهش حمایت مردم از دولتهایشان خواهند بود میگه این تورم ادامه پیدا میکنه مشکلات برای مردم بیشتر میشه و اونها از خواسته دولتهایشان که تقابل با روسیه است عقب خواهند کشید میگه تا قبل از اینکه این صدا جدی تر بشه خودتون باید یه راهکاری پیدا بکنید در حوزه سیاسی بسات این داستان جمع شه ادامهش رو با هم دیگه ببینیم من یه نکته مهمتر باید خدمت شما ارز کنم همین الان که این موارد رو دارم خدمت شما ارز کنم یعنی اظهار نظرهایی که سی انجام داده و هشدارهایی که نظامی ها دارن مطرح میکنن در بین چهره های سیاسی در غرب هم ماجرا به همین شکله در آمریکا یک توییتی رو من دیدم دوستانم ترجمه کرده بودن در فاز فارسی زبان خیلی همروش روش مانور دادن این توییت مربوط هست به یکی از نماینده های جمهوری خواه مجلس آمریکا و خلاصه حرفش این بوده گفته که بایدن داره از این صحبت میکنه که ما 13 میلیارد دلار کمک بکنیم به اوکراین و بعد به این اشاره گفته که ولخرجی دموکرات ها هرگز به پایان نمیرسد بایدن درک کند که ما آمریکا هستیم نه خودپرداز ببین این بحرانه توی کشور آمریکا حالا من اینو داخل پنتز یادآوری بکنم وقتی سی یه بحثی رو مطرح میکنه وقتی رسانه‌ها یه موضوعی رو میگن رهبران سیاسی یا نظامی مطرح میکنن یه بحثه وقتی چهره های سیاسی میگن لزوما به معنای این اینکه دارن حرفی رو مبتنی بر حقیقت میزنن نیست نه شاید دارن ازش بهره سیاسی میکنن این سر نظری هم که جمهوری خواه دارن احتمالا از همین جنسه یعنی دارن از ظرفیت وضعیت موجود استفاده میکنن برای به چالش کشیدن دموکرات ها دقیقی اینجا اما اصل داستان اینه که این بحران اوکراین داره تبدیل میشه به یک بحرانی که اولا سیاسی داره بخشی از غربش نگاه میکنه برای به چالش کشیدن بخشی دیگر بعد سیاسی هم وقتی نگاه میکنه از این زاویه نگاه میکنه که حمایت نباید بکنیم به اون ربطی نداره باید بکشیم عقب چرا ما داریم از اینها حمایت میکنیم تو نبردی که نبرد ما نیست بعد نکته جالب تر اینجا که دیگر مردم در کشورهای غربی تحمل مدیریت این جنگ رو ندارن یه چیز جالبتری هم من دیدم در عمده هایی که منتشر میشه داره دیده میشه و اون نکته این هست که داره اشاره میشه به اینکه آستانه تحمل مردم پایین اومده و برای اینکه پایین تر نیاد باید یه فکر بکنیم کنیم نکته شما متوجه شدین ببین 200 روز از یک جنگی گذشته این جنگ جنگ مردم اروپایی نیست جنگ اوکراینه اثراتی داشته بر کشورهای اروپایی یه جنگی که به اینا ربطی نداره اما بر اینها اثر داشته باعث شده آسانه یه تحمل اینها پایین بیاد شما در همین چند سال پیش چند ده سال پیش در داخل ایران و همین چند سال پیش در کشورهای نزدیک به ایران نبردهایی رو دیدین که بعضا 8 سال طول کشیده 5 سال طول کشیده 10 سال طول کشیده نبرد یمن یعنی چیزی در حدود در بیش از هفت سال طول کشیده شما پایین آمدن آسانه تحمل مردم رو نمی‌بینید. بله بهشون فشار اومده کلافه شدن زمین و زمان رو فش میدن اما اون چیزی که از اکثریت این جامعه میفهمی که با همه توان ایستاده با همه وجودش پای کلمه مقاومت و پای وطنش ایستاده برای اینکه به هدف فرستید ببین این آسانه تحملی که این سوی میدان میبیرد رو مقایسه بکنید با وضعیتی که غرب الان داره بعد از 200 روز الان خودشون دارن به این اشاره میکنن که قبل از اینکه صدای مردم علیه خودمون بلندتر بشه فکر بکنید 200 روز با رسانه مدیریتش کردیم همه فضا رو بردیم علیه روسیه همه چیز رو ضد روس ها صداش رو بلند کردیم مردم هم حسابی فوششون دادن 200 روز گذشت مردم میگن خب الان یه سری فوش به اونا دادیم تورم این شکلیه گرانی ها هم این شکلیه. فوش به اونا کافیه باید خودمون رو پاسخگو کنیم و این قابل تحمله من فکر میکنم به لحاظ جامعه شناسی این آسانه تحملی که بین ملت های شرقی و ملت های غربی دیده میشه هم قابل تحمله و به شدت جای بحث داره طول انترش نمی کنم فکر میکنم تا همینجا کافیه اگر شما احساس که نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین و اگر موافق باشین چند تا پیام میخوام برای شما بخونم یکی از دوستان من آقای کیانوش دهقانی یه پیام برای من فرستاده بله پیام مفصلی هست من اگر بخوام پیام ایشون رو خلاصه بکنم میگه که در حال حاضر من در حوزه معیشتی و در حوزه های از این دست احساس میکنم که به شدت دارم فشار اقتصادی رو و صدای شکست, شدن استخوان ها رو هم برای جامعه خودم و هم برای خودم میشنوم بعد میگه با وجود همه اینها اون چیزی که به من کمک کرده آرام باشم و امیدوار باشم این هست که متوجه هستم که کشورم از لحاظ نظامی به پیشرفتی رسیده که دشمنان ما جرأت حمله به وطن رو ندارن دوستان بعضی از رفقای من که در خارج از کشور هستن ممکن هست حرف ایشون رو یک فضای فانتزی یا توهمی یا یک چجوری بگم آرام بخشی که داره جامعه رو یک آرام بخش غیر واقعی که داره جامعه رو از حقیقت دور میکنه ببینن من برای اینکه بفهمید چقدر حرفه ایشون دقیق هست چند تا نکته رو باید به شما یادآوری بکنم همین دو سه هفته گذشته البته دو سه هفته گذشته نه همین هفته گذشته در کشور افغانستان طالبان اومده یک رژهای رو برگزار کرده در بخشی از این رژه شما حضور انسانهایی رو در پایگاه های سابقه آمریکا می‌بینید که اینها نیروهای انتحاری به طور رسمی اعلام کردن گفتن این بخشی از شاخه نظامی ما هست نیروهای انتحاری ما هستند که زمانی که لازم بشه از ظرفیت اینها استفاده کنه عددش هم مشخص نکرد حالا این چند وقتی شما صدای انفجارهایی رو در افغانستان میشنوید انتحاریان همشون انتحاری این انفجار انتحاریان آدمایی هستند که منفجر میشن بخشش داعشیه بخشش نیروی طالبانه حالا البته نیروی طالبان رو من با احتیاط بگم چون خیلی نمیشه به طور علنی اون چیزایی که رخ داده به اینا رب داد چون عمدتا عملیاتی که رخ داده توسط داعش بوده ولی خلاصه حرفم اینه این حقیقتی هست که در مرزهای شرقی ما در جریانه بتونه دامن کشور ما رو میگیره تعارف با ما نداره بریم شمال غرب کشورمون شمال غرب وقتی صحبت میکنیم داستان به همین شکلی عده ای اربدکش احمق آن سوی مرز ایستادن هزینه ای حرفهای خودشون رو نمیفهمن کسی هم نیست بخواد به اونها یادآوری بکنه و یک سودایی در سر دارن که اون صدا به فنا دادن خودشونه حرف از تجزیه ایران و چیزا این دست از این دست نه تنها محقق نمیشه بلکه کشوری که داره آتش افروزی میکنه رو به فنا خواهد داد غرب کشور رو وقتی نگاه میکنیم چه اون بخشی که اقلیم کردستان هست چه اون بخشی که دوستان خودمون هستن جمعیت شیعه که عراق ار هستن شما یک بحرانی رو میبینی که عقبه او و آتش او دامن کشور شما رو میتونه بگیره سر تا سر مرزهای ایران چه در نوار مرزی چه در بین کشورهای همسایه تلاش شده که ناامن باشه و این پس من اگر اینجا یادآوری میکنم یکی رفیق اینجا برمیگرده میگه من خوشحال هستم از اینکه ما داریم در حوزه نظامی تو این منطقه کاری میکنیم که کسی به وطن چپ نگاه نکنه او با یک آرام بخشی که داره از حقیقت دورش میکنه روبرو نشده نه واقعا افتخار داره که در همچین منطقه ناامنی ما موفق شدیم فضایی به وجود بیاریم که کسی جرئت نکنه از حقایق میدان برای به چالش کشیدن وطن استفاده بکنه این نکته اول نکته دوم این نکته‌ای که دوست عزیزمون فرمودن آن روی دیگری هم دارد و آن روی دیگرش خطاب به نیروهای مسلح ایران است چه اونهایی که در ارتش دارن زحمت میکشن چه اونهایی که در سپاه پاسداران هستن و چه دیگر بخشا ببین ما جامعه داریم که این جامعه با چالش های رو به رو هست و اون جامعه با وجود همه چالش ها هم از اقتصادی و حوزه های دیگر اهمیت کار شما رو فهمیده وقتی به این نقطه رسیدیم این باید کمک بکنه که نیروی مسلح ما نیروی نظامی ما اولا اهمیت خودش رو درک بکنه دوم من کار خودش رو همون گونه که تا امروز جدی گرفته جدی تر بگیره سوم من با همه وجود و با همه تلاش و با همه توان در جهت قدرتمندتر شدن قدم برداره من طولانی ترش نمی کنم. اگر رسیس که نکته هست من در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی عرضت دارم وقتتون بخیر